شماخان بود. هفته پیش از شما پوزش خواستم که از اون پیمانی که با شما بسته بودم برای گفتگو پیرامون این نغمه استقلال کردستان عراق، اقلیم کردستان در عراق که به ایران هم کشیده شده و گروه های کرد قومگرای ایرانی هم از اون سخن میگویند، با شما گفتگو کنم امروز. هفته پیش بنا بود چنین کاری رو انجام بدم و مسائلی پیش آمد که دریغ هم آمد که به اونها نپردازم و امروز این موضوع رو حتما به شما پرداخت. اما در آغاز گفتگوی امروز، در نیم کلمه آغاز برنامه یک کلمه، باید درباره چیزی با شما سخن بگویم که گرفتاری بسیار بسیار ماندگار و جدی در میان ما ایرانیان است. البته این بیماری مانند بسیاری از بیماری های دیگر بیماری واگیر هست و تنها به ایران، در محدود ایران نیست، جهانی شده. برخی بیماری ها مانند حسبه، وبا، آنفولانزا و چیزهایی از این دست، بیماری هایی است که شما میزان یا پیامد آن رو در تعداد کسانی که اون گرفتار میشوند میسنجید. مثلا در چند وبای تاریخی در ایران چندین صد هزار نفر و در یک مورد چند میلیون نفر از مردم ایران درگذشتند. یکی از این وباها در دوران زندگی یا جوانی کسروی روی داد که او در تاریخ زندگانی من، در زندگانی من به اون میپردازد و در پیش و پس از آن هم از این نوع بیماری ها در ایران وجود میداشته. اپیدمی هایی است که گاه شهری رو در بر میگیره و گاه کشوری رو و گاه قاره ای رو و سرانجام هم فراقاره ای میشود، جهانی میشود. امروز هم در برزیل یک بیماری بسیار ناروشنی که مغز کودکان رو میخوره و از راه پشه به انسان منتقل میشود، دغدغه بزرگی برای المپیک امسال به وجود آورده. اما یک رشته بیماری هایی است که اینها از راه پشه یا میکروب یا ویروس در میان آدمیان پراکنده نمی شود. اینها بیماری های اجتماعی است، بیماری های ماندگاری است که بشر توانایی یافتن داروی رفع اونها رو هم نداره. یعنی کارخانه های داروسازی بزرگی در دنیا به وجود نیامده که با این بیماری های اجتماعی، روحی و روانی بشری درگیری پیدا بکنه. چند روز پیش یکی از نام‌آورترین و مؤثرترین قاضیان عالی ایالات متحده آمریکا در سوپریم کورت آمریکا، در دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا، کسی که میگویند شاید در 100 سال گذشته کسی مانند او در جهت دادن به این دادگاه به سوی گرایش‌های راست محافظه‌کارانه نقش نداشته، درگذشت. در تگزاس رفته بود شکار، جوان هم بود، فقط 79 سال بود و جوان مرگ شد. ولی در رسانه‌های زمینی و زیرزمینی می‌خوانیم و می‌شنویم که گویا بالشی بر روی صورت او یافته بودند. یعنی کسانی در صدای این هستند که بگویند که حتما دست آقای اوباما و خانم کلینتون و دموکرات‌ها و چپی‌ها در کشتن این آدم بوده و حتما این آدم به مرگ طبیعی نمرده. البته این در تاریخ ما خیلی کهن هست. شما اگر بروید امروز در گوگل همه دوازده امام شیعه رو جستجو کنید، البته امام دوازدهم که هنوز زنده است، حالا میگویند در چاهی در نزدیک قوم زندگی میکنه، اون به کنار، ولی یازده امامی که میدانیم در گذشتن رو اگر شما جستجو کنید، جز علی ابن ابی طالب که میدانیم به ضرب شمشیر به ابن ملجم مرادی کشته شد، دیگ و امام حسین که میدانیم در جنگ کربلا کشته شد، هیچ امام شیعی به مرگ طبیعی نمرد. از این هم فراتر برویم، شما اگر به تاریخ روحانیان بزرگ شیعه نگاه کنید، اصلا گویا این روحانیان در بستر
کهنسالی در مرگ طبیعی نمی مردن، حتما شهید می شدن. حتما کسانی می آمدن به اینها یه داروی می دادن، حاکمی بوده که با اینها بد بوده و اینها رو شهید می کردن. و این افسانه ای است که در درازای تاریخ همه پذیرفتند. خب می دانیم که بسیار کسان بودند که در زندان رضاشاه آمپول هوا به اونها زده شد یا دست کم گفته شد، ولی برخی هم در زندان رضاشاه به مرگ طبیعی درگذشتند. ولی همه اینها رو میگویند که مصوم شدند، دارو دادند، آمپول هوا زدند. و این افسانه توطئه، برنامه ریزی، چیزهایی از این دست یک بیماری ماندگار در فرهنگ ایرانی شده، برای همه پرونده پیدا میکند. نویسنده بسیار بسیار ارجمند ایرانی ایرج پزشکزاد با کتاب دایی جان ناپلئون که به یک سریال تلویزیونی هم تبدیل شد، به راستی این ماجرای توطئه انگلیسی ها رو در ایران به بخشی از فولکلور تاریخی ایران تبدیل کرد، یعنی بخشی از فرهنگ ایران شد این کتاب و به راستی باید گفت شاهکار آفرید. ولی این پدیده دایی جان ناپلئونی، جستجو در پیشینه افراد، جستجو در تئوری هایی که حتما باید در تاریخ درست می بوده باشه، بیماری بسیار گسترده‌ای در دنیاست. هنوز هم کسانی هستند که می گویند انقلاب اکتبر شوروی، انقلاب بلشویکی زیر سر یا آلمان ها بوده یا انگلیسی ها. هنوز اون رو جستجو می کنند. لنین اصلا عامل اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده و این کار کرده که انگلیس رو دوباره زنده بکنه. هنوز هستن کسانی که پافشاری میکنن که انقلاب استقلال آمریکا رو بنایان آزاد، ماسیون ها به راه انداختند. در دوران انقلاب 57 هم این کتاب سجلدی آقای اسماعیل رایین که با اسنادی که دولتیان در اختیارش قرار داده بودن منتشر شد، کار رو به جایی رسان که ما یک نفر در تاریخ ایران نمیتوانستیم بیابیم، در تاریخ مدرن ایران، که این آدم فراماسون نبوده باشه. همه فراماسون بودن جز شخص محمد رضا شاه پهلوی که اون رو هم دیگران به این لوش ها افسودن. همه بزرگان تاریخ ایران از مصدق و تقی‌زاده و فروغی و حتی اونهایی که آدم های خیلی بزرگی هم نبودن مانند خزعل و دیگران، همه فراماسون بودن، همه در این لوش ها بودن و اسناد همه اینها به صورت یک بخچه‌ای در بغل آقای اسماعیل رایین قرار گرفت و ایشان افشاگری کردند. البته این افشاگری پس از کتاب میراث‌خوار استعمار دکتر بهار بود که او آمریکایی ها رو افشا کرده بود و اینها قرار بود که انگلیسی ها رو افشا بکنند. ولی روی هم رفته. اگر شما به تاریخ ایران نگاه کنید، این تئوری توطئه تا بنیاد وجود آدمیان تنیده و فرو رفته و هنوم رو پذیرفتند. در همین تلویزیون اندیشه من گاهی به برنامه های دیگران هم وقتی خیلی خیلی بیکار باشم نگاه میکنم، به ویژه این که اگر به من سفارش بشود، سفارش شده بود یک برنامه رو نگاه میکردم در همین تلویزیون اندیشه که میدانم خود دارنده تلویزیون هم بسیار شاکی از این برنامه بود. برنامه ساز میگفت که آقا این محمد رضا شاه پهلوی رو ایشون اسناد داره، مثلا با پزشکان صحبت کردن ایشون رو کشتند. خانم فرح پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی و دیگران که میگویند ایشان بیماریشون بالا گرفت و سرانجام درگذشتن، اینها حرفای بی‌پایه است و محمد رضا شاه رو در یک بزنگاه تاریخی کشتند که او رو از سپهر سیاست ایران جدا کنند. خب از این گونه افسانه ها تا به جایی است که دامن همه رو میگیرد. درباره مصدق، آدمی است از این هوچیبازهای بستر پژوهشگر بیمایه که میگوید جدا از اینکه اصلا مصدق نوکر انگلیس بوده و انگلیسی ها آوردن که نفت رو ملی کنه به سود اونها باشد، اسنادی گویا این آقا در دست دارن که اصلا مصدق حرامزاده بوده. حالا بگذاریم که حرامزاده یا حلالزاده مفاهیم دینی است و این آدم هایی که ادعا میکنند پایبندی های دینی هم ندارن از این واژه ها بهره میگیرن. معناش این است که مادر مصدق
به پدر او خیانت کرده و مصدق فرزند آدم دیگری است. اینکه قیافه مصدق هم شبیه پدرش است، حتما به این دلیل است که اون آدمی هم که بهش خیانت کرده مثلا عموزاده بوده، فامیل بوده. اگر یادتون باشه من جوان بودم، البته بیشتر از جوان خردسال بودم هنگامی که رضا پهلوی به دنیا آمد، ولیعهد ایران بود. شاه سالهای درازی در سودای داشتن ولیعهد میسوزید و دو همسر پیش از اون فوزیه و ثریا نتوانسته بودند به او فرزند پسری بدهند که او ولیعهدی داشته باشد. شهناز بود ولی خب قانون اساسی ایران و سنت و فرهنگ ایران اجازه نمیداد که او پادشاه یا ملکه کشور بشود. ایران مانند بریتانیا نبود. هنگامی که رضا پهلوی به دنیا آمد و سالیانی از اون گذشت، میگفتن آقا ایشان لاله، حرف نمیتونه بزنه. البته امروز اگر شما به پای سخنان شاهزاده رضا پهلوی بنشینید میدانید که ایشان گاه زیاد حرف میزنن. این رو البته به شوخی میگویم. میگفتن که این بچه محمد رضا شاه نیست. اوایل میگفتن که این فرزند ایوب خان. حالا چرا ایوب خان؟ چون پاکستان کشور پستری از ایران میدانستند و مخالفان راحت میتوانستند این رو شایع پراکنی کنند. رفته رفته که قیافه او شبیه به محمد رضا شاه در آمد، گفتن نه این بچه برادر محمد رضا شاه. از این نوع سخنان در فرهنگ ما نسبت به آدم های چپ، نسبت به مصدق، نسبت به محمد رضا شاه، نسبت به اشرف پهلوی، نسبت به هر کس که شما گمان کنید وجود داره. چند سال پیش، نزدیک به 30 سال پیش بود که من دریافتم که یک جواهر فروشی بزرگ در لندن دارم، برای تبلیغات گلی من میشد و خیلی خوشحال شدم. تماس گرفتم با کسانی که این رو تبلیغ میکردن که آقا نشانی این جواهر فروشی رو به خود من هم بدهید که من بروم ادعای مالکیت بکنم و این جواهر فروشی رو، اون زمان هم خیلی زیر فشار مالی بودم، این رو به دست بیاورم. بعد گفتم که چاه نفت داره و چیزهای از این دست. این نوع نگاه پر از تردید و شبه سازی و داستان سرایی و تاریخ نویسی و پر از بغض به تاریخ، پر از توطئه، فرهنگ بسیار پیچیده‌ای در کشور ما شده. نادرشاه افشار رو انگلیسی ها کشتند، نفت رو انگلیسی ها ملی کردند، رضا شاه رو انگلیسی ها آوردند و انگلیسی ها بردند. خب حتما در بسیاری از این داوری های تاریخی عناصری از حقیقت هم وجود داره. میدانیم که دولت بریتانیا در کودتای 1299 درگیر بوده، اما اینکه گمان کنیم که در هر تصمیمی دولت رضا شاه با سفارت بریتانیا تماس میگرفته، با رفتار دولت رضا شاه در دورانی که سمپاتی به آلمان ها پیدا کرده بودند و با آلمان ها نزدیک شده بودند، هیچ تناسبی نداره. اما کسانی گرفتار این بیماری هستند، اصلا تاریخ رو از این دریچه نگاه میکنند. همه چیز توطئه است، هر بلایی که بر سر خود اونها هم میآید اینها هم حتما توطئه است. اگر حرف ناسزایی بزنند، برنامه تلویزیونیشون در جایی قطع بشود، سخنرانی بگذارند و کسی به این سخنرانی نرود، حتما توطئه مخالفان است، حتما دشمنی است. من به تاریخ و زندگی این گونه نگاه نمی کنم. هیچ تردیدی ندارم که در پس پرده دولت‌های بزرگ، گروه‌های سیاسی حتما برنامه‌ریزی می‌کنند. اما رویدادهای تاریخی بر پایه برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت‌ها و گروه‌های سیاسی نیست. اگر چنین می‌بود، پاکستان دارای سلاح هسته‌ای نمی‌شد، هندوستان دارای سلاح هسته‌ای نمی‌شد. اینها رو می‌توانستند ازش جلوگیری کنند. بروید و تاریخ رو نگاه کنید، میبینید که 6 ماه پیش از اینکه سر و کله داعش پیدا بشود، هیچ کس درباره داعش نه تنها آگاهی نداشت، پیش بینی هم نمیکرد. نه به این دلیل که میدانستند و پنهان میکردند، نمیدانستند. دستگاه‌های امنیتی دولت‌های بزرگ جهان اگرچه عریض و طویل هستند، دارای اون توانایی‌هایی نیستند که ما ایرانیان گاه گمان میکنیم که در هر حجره و کوچه و خیابان و برزنی یک مأمور دولت خارجی به ویژه انگلیسی ها نشستند و برنامه‌ریزی های آینده ایران را تنظیم میکنند. در مورد همین تلویزیون اندیشه
من بارها شنیدم تلویزیون اندیشه، تلویزیون مناطور، تلویزیون ایران فردا، تلویزیون های دیگر که آقا اینها مال رفسنجانی است. من یک بار به یه آقایی که این رو زنگ زده بود و میگفت که این آقای دورمنی پول ایشون نیست، این پول آقای رفسنجانی است، پاسخ این گونه دادم که اگر به راستی آقای رفسنجانی این گونه بلنداندیش هست و این آزادی اندیشه رو پذیرفته که چنین تلویزیونی به راه بیندازه، من اصلا طرفدار آقای رفسنجانی هم. آدمی به نظر می آید که جالبی باشه که هم تلویزیون اندیشه رو سرمایه گذاری کرده، هم تلویزیون منوتو و هم بسیاری از پروژه های اقتصادی و سیاسی ایران رو. این افسانه ها رو باید به دور ریخت. تردیدی من ندارم که در پس بسیاری از رویدادها در ایران باید راه، یعنی جای پای حکومتیان یا دولت های بیگانه یا دستگاه امنیتی رو جستجو کرد و یافت. اما اینکه گمان کنیم همه چیز یک پروژه توطئه است، بیماری روانی است. این بیماری بیماری اجتماعی و فردی هم هست. افرادی این بیماری رو گرفتند و این بیماری رو رها نمی کنند. از جمله کسانی که می کوشند تاریخ ایران رو بر اساس پیشینه های راستین یا درست شده یا ساختگی آدم ها نشان بدهند. هفته پیش در این باره سخن گفتم. آقای مهری که هنوز زنده هستند و در میان ما و در این تلویزیون دارای سه برنامه هستند، یک برنامه با بنده، یک برنامه با آقای میلانی و یک برنامه مستقلی که با دیگران سخن میگویند، کوله باری از نوشته دارند و شما می توانید بروید خط فکری ایشان رو در این سی و اندی کتابی که ترجمه کردن نوشتن و هزاران نوشتار ایشان در درازای تاریخ روزنامه نگاری بیش از 60 ساله ایشان جستجو کنید. روزنامه نگاری چاپی، روزنامه نگاری رادیویی و روزنامه نگاری امروز تلویزیونی. اگر این رو شما کنار هم قرار بدهید، در بیابید که یه ارزیابی میکنید که حسین مهری جدا از این که در 16 سالگی چه کرده، در 18 سالگی کجا بوده، در درازای زندگی انسانی هوادار آزادی و حقوق بوده و حقوق بشر بوده و در این 30 سال گذشته هم از نظریه پردازان یا روزنامه نگاران بسیار بسیار روشنبین مخالف رفتارهای حکومت بوده. این رو شما در مورد بسیاری کسان دیگر هم میتوانید بیابید. آدم هایی هستند که در یک دورانی در زمان انقلاب شاید یک نوع شیفتگی هم به این فراز انقلاب پیدا کردن، حتی به آیت الله خمینی. من میدانم شخصیتی است که امروز سخت طرفدار سکولاریسم است و در اون دوران در گرماگرم انقلاب حتی نامه به یکی از روزنامه های بسیار سرشناس خارج از کشور نوشت و به اونها اعتراض کرد که چرا نسبت به خمینی چنین نگاه بدی رو دارد. ولی امروز من به این شخصیت که نگاه میکنم تردیدی ندارم که در وفاداری به سکولاریزم و در دشمنی و مخالفت با دولت خمینی بسیار صدیق و امین هست. حالا اینکه در یک دورانی در زندگی خودش به دلایلی چنین گرایشی پیدا کرده، کیست که خطایی از او سر نزده باشد، کیست که به کجراهه در زندگی نرفته باشد. انسان ها اگر میخواهند در زندگی فعال باشند، گاه به کجراهه میروند، گاه نوشته نادرستی رو منتشر میکنند، تا اونجایی که شریک جرم نیستند، مال مردم رو ندزدیدند، دستشون به خون مردم آغشته نیست. این سر زدن به اینجا و اونجا جزو کنجکاوی های زندگی بشری است و همه ما دارای این پیشینه هستیم، مگر اونهایی که از قنداق که به دنیا می آیند یا از رحم مادر که به دنیا می آیند قنداق رو کنار میگذارند، سخن میگویند، مانند آقای خامنه ای از علی ابن ابی طالب سخن میگویند و شهادتین میخوانند و امروز هم عده روشنفکران به اصطلاح روشنفکران سکولار هم درباره خودشون چنین داوری میکنند. برخی جوانک هستند، برخی قدیمی تر هستند، یادشون می رود. آقایی که امروز به همه خورده می گیرد که وابسته یه حکومت هستند، حتی مصدقی ها نوکر جمهوری اسلامی بودند، خود او عضو سازمان چریک های فدایی بوده، ولی امروز که جدا شده همه چپی ها رو یک دست می کوبه.
انسان ها چپی بودند، مصدقی بودند، شاهی بودند، مذهبی بودند، می توانند به داوری های تازه برسند. و اگر بنا باشد که ما یک ایران تازه در آینده بسازیم، از کره مریخ و زهره و دیگر جاها آدم نخواهیم توانست وارد کنیم. از همین مصالح جامعه ایران باید این جامعه را بسازیم و انسان ها دارای پیشین هستند. و بیشتر انسان های سالم در درازای زندگی خودشون متحول می شود. همین آقای اوباما که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست تا 10 سال پیش سخت مخالف ازدواج همجنسگرایان بود. رفته رفته تحول پیدا کرد. کاری به این ندارم که شما ممکن است این رو کار نادرستی بدانید. جدا از این که نادرست بدانید یا ندانید، آدم های بسیاری هستند که در دوری از زندگی خودشون دارای پیورزی ها و تعصب های دینی خیلی زیادی بودند، ولی رفته رفته از اون بریدن. زندیاد احمد کسروی یک نمونه انسان متحول در جامعه ماست. آدمی است که درباره شریعت محمدی کتاب نوشته، انسانی است که قرآن حفظ بوده، درس دینی میداده، درس دینی خوانده و رفته رفته از این باورها گسسته و نخست به خرافات پرداخته، نقد خرافات پرداخته و سرانجام به نقد به دین و شیعیگری پرداخته و جان خودش رو در راه نقد به شیعیگری از دست داده. شما می توانید در زندگی کسروی و در نوشتارهای کسروی چیزهایی رو بیابید که شاید بتوان اونها رو سرزنش کرد، اونها رو با نگاه امروزی زیر ذره بین قرار داد و گفت آقا کسروی چرا از بچگی این داوری رو نداشته، نمی توانسته داشته باشه. اصلا روشنفکر یعنی کسی که متحول می شود، رفته رفته دگرگون می شود، از یک باور و دانشی به یک باور و دانش دیگری دست می یابد، نگاه بازی به دنیا دارد. و اصلا روشنفکرگری یعنی همین که شما با یک سر آزاد و بازی، با مغز بازی به دنیا نگاه می کنید و خودتون رو آماده نگه می‌دارید که اگر چیز تازه‌ای در این مغز شما تابیدن گیرد، ورو وارد بشود، شما اون رو بپذیرید و دیدگاه گذشته خودتون رو به نقد بکشید. نه این است که هر که مارکسیست بوده حتما در جنایات استالین شریک است. نه این است که هر که طرفدار ماو بوده و شیفتگی داشته به این شخصیت حتما در جنایات کمونیست های چین شریک بوده. مگر نه این است که امروز هزاران جوانی که اصلا چپی هم نیستن پیراهن چهره آقای چگوارا رو برتن می کنن. از این انقلابیگری چگوارا، از این تاریخ زندگی این آدم که زمانی سوار بر موتورسیکلت پزشک هم بوده، از شهری به شهری می رفته و با این شور و شوق عدالت خواهی کار می کرده، از این شادمانند. به این نگاه نمی کنند که آقای چگوارا نمونه دولتی که به وجود آورده دولت کاستروست که دولت دموکراتیکی نیست. اما شما اگر همه اینها رو به حساب این بگذارید که همه انسان ها در هر دوری که هر چه گفتند همون رو باید در درازای زندگی اونها سنجید و پذیرفت، شما انسان نیستید. شما بیمار روانی طرفدار توری توته هستید، بیمار روانی هستید که اندیشتون آغشته است به این نوع افکار که همه چیز در واقع در یک نوع توته نفته است. محمد رضا شاه پهلوی نمی توانسته به مرگ طبیعی بر اساس بیماری سرطان در بگذرد. باید 100 سال دیگر زنده می بوده تا مانند امام ناپیدا بیاید و ایران رو از شر آخوندها و امام ناپیدا از شر دیگران نجات بدهد. نمی توانند بپذیرند که آدم ها می توانند به مرگ طبیعی حتی در جوانی بمیرند. نه، اینها همش توده است. حتما باید پیشینه جست، پیشینه یافت، تاریخ رو بر اساس این پیشینه ها رقم زد، رفت در مجموعه نوشته های آقای مهری یک جایی چیزی پیدا کرد. چند هفته پیش نوشتاری رو میخوندم که در ایران چاپ شده، ایراد گرفته بود از کسروی که آقا این آدمی که انقدر ادعا میکنه زبان عربی وارد است، در کتاب 10 سال در عدلیه گفته است اعیان ها
اعیان که جمع عربی است، اعیان اعیان رو که نمیتوان جمع بست، در حالی که خود من بارها گفتم انتخابات ها، انتخابات جمع عربی است، ولی شما میتوانید یک جمع عربی رو در فارسی باز هم جمع ببندید. به صورت عامیانش میگوین اعیونا. اعیونا یعنی چی؟ یعنی اعیان ها. خب این رو میابند و میگویند که نگاه کنید، این آدم میگوید که من سواد عربی دارم، گفته اعیان ها. شما اگر در زندگی هر کسی نگاه کنید از این نوع پرونده ها میابید. نامه های اینشتین به همسرش بسیار دردناک و شرم‌آور است، اما از جایگاه اینشتین به عنوان بزرگترین نابغه قرن بیستم نمی‌کاهد. شما به زندگی کسانی مانند موتسارت، بتهوون و دیگران نگاه کنید، حتما تیرگی ها، رفتارهای ناهنجار، رفتارهای نادرست می‌یابید. مگر شمایی که طرفدار رضا شاه پهلوی هستید نمی توانید در نگاه به زندگی رضا شاه پهلوی صدها مورد کارهای نادرست و ناشایست بیابید؟ می توانید، اما در کفه ترازو قرار بدهید. می گویید که چنین کارهای نادرستی انجام شده و در مجموع ما می توانیم کارهای شایسته او رو بپسندیم. نه، حتما باید یا سیاه باشد یا سفید. همه چیز پس توطئه است. همه چیز در این لفافه برنامه‌ریزی شده این تاریخی پیچیده شده است. از جمله در همین برنامه‌هایی که از در همین تلویزیون هم پخش می‌شود و اینجا اونجا هم ایمیل می‌کنند، تکه‌های نشان دادن در مورد گروه‌های سیاسی گذشته ایران. من نمی‌دونم چرا من رو هم با یکی از اونها چسبوندن و گفتن که من هم طرفدار آیت الله خمینی بودم. منی که 8 ماه پیش از انقلاب بر پایه اسناد، بر پایه سخنرانی هایی که در نوجوانی کردم به نقد به خمینی نشستم، منی که با 3 تن از دوستانم نخستین راهپیمایی بزرگ پس از انقلاب رو به نام جمعیت بیداری زن در همون چند هفته پس از انقلاب در اعتراض به حجاب رو انداختیم، منی که کتابم به نام میراثی از قرون وسطا با نام مستعار میم الف مراد در بهار 1358 چاپ شده، منی که همه میدانند طرفدار زنده یاد بختیار بودم، من هم حتما از خوراکشان آیت الله خمینی هستم. خب اینها پرونده سازی است، اینها دنبال دامن زدن به توری توته است که توته ای در کار بوده، به جای اینکه بیایند و ببینند که انقلاب 57 دارای زمینهای تاریخی و اجتماعی بوده، پیش بینی هایی می شود از سوی کسانی که نزدیکترین راه زنان محمد رضا شاه بودند که چرا انقلاب، چرا ما با گرفتاری رو گروه هستیم و چرا پس از اون نوشتن چرا انقلاب روی داد، اینها رو باید بررسی کنند. به نظر من آقای عالی خانی در پیش گفتاری که بر این مجموعه 7 جلدی کتاب یادداشت‌های علم نوشتند، یکی از بهترین اسناد رو برای اینکه چرا در ایران انقلاب روی داد از دیدگاه کسی که در کانون دولت ایران بوده، وزیر بوده، وزیر بلندپایه‌ای بوده، متفکری در اون دوران بوده به دست می‌دهد. و ما به جای اینکه بیاییم اینها رو بررسی بکنیم و درسی از این تاریخ برای آینده بگیریم، از این وقت رادیو تلویزیونی خودمون بهره می‌گیریم برای پرخاش و توطئه و برچسب زنی و اسناد رو کردن و نشان دادن این که بله این آقای فلان کس که این حرف رو امروز میزنه در شماره اطلاعات سال 56 چنین و چنان نوشت. خب اینها به کجای زندگی امروز ما خدمتی میکنه؟ کدام کس است که دارای پیشینه نباشد؟ کدام کس است که در زندگی کجراه نرفته باشد، گرفتاری نداشته باشد؟ زنده یاد احمد کسروی در یک نوشتاری در بخشی از نوشتار کوتاهش چرا از عدلیه بیرون آمدم مجبور شده توضیح بده، گفته آقا به من میگویند که تو منقلی و تریاکی هستی. بله من پای منقل هم نشستم، تریاک هم کشیدم، کارهای دیگر هم کردم، یعنی مشروب هم خوردم، ولی این چه ربطی دارد به شخصیت کسروی؟ مگر این همه نویسنده توانای تریاکی در ایران نبوده؟ حالا گیرم که منقلی هم بوده باشد، کیست که گرفتاری ها و عادت های بد نداشته باشه؟ کیست که در زندگی نوشتاری از اون نباشد
که امروز آرزو بکند که ای کاش من این رو نمی نوشتم، ای کاش امروز سواد کنونی رو می داشتم و این داوری 30 سال پیش رو که جوانتر بودم نمی کردم. مگر تاریخ مچبگیری است؟ مگر تاریخ بر پایه این بنا شده که ما باید نشان بدهیم شمایی که امروز به دموکراسی پیوستی دامنتون آلوده است 35 سال پیش در دبیرستان چنین حرفایی رو زدید، در حالی که ما باید درست مقابل این بیندیشیم. هر کس که از جبهه مخالفان جدا بشود با هر پیشینه ای و امروز به دموکراسی، به آزادی، به حقوق بشر، به سکولاریسم روی آور بشود، او رو باید با آغوش باز پذیرفت. البته باید درباره گذشته او سخن گفت. اگر کار نادرستی در زمینه مالی، در کلاهبرداری و دزدی از دارایی مملکت انجام داده، اگر دست او به خون بیگناهان آغشته است، اگر فرمانی صادر کرده که به کشته شدن کسی انجام میده، اگر نقض قانون کرده، اینها رو باید در ساختارهای حقوقی جامعه آینده ایران مورد بررسی قرار داد. ولی اینکه جوانی که در 18-19 سالگی در گرماگرم انقلاب 57 از شور و شوق باور دینی مثلا به سپاه پاسداران پیوسته یا یکی از کادرهای اولیه سپاه پاسداران بوده و امروز تاوان رو با زندان، با احتساب قضا، با دربدری پرداخته و از هواداران حقوق بشر و دموکراسی شده، ما باید برگردیم و این پرونده 18 سالگی و 19 سالگی و 20 سالگی رو مرتب بر سرش بزنیم. خب اگر بنا باشد هر کس که از گذشته خودش میبرد و به اندیشه های تازه میرسد هنوز در مزان فحاشی و ناسزاگویی قرار بگیرد، چرا باید از اون ببرد؟ چه منفعتی برای وجود دارد که به گذشته خود پشت بکند؟ مردم ایران البته در این زمینه مانند این جغله های روشنفکر و جوجه روشنفکران نیستند. مردم ایران که زمانی این همه جوک های بسیار خنددار درباره آقای منتظری میگفتند، از روزی که آقای منتظری با خمینی در افتاد دفتر این جوک ها رو بستند و آقای منتظری رو با آغوش باز پذیرفتن. مهم نیست که آقای منتظری یکی از شارحان اندیشه ولایت فقیه بوده، مهم نیست که بنا بوده به جای ولی فقیه بنشیند، مهم نیست که او نزدیکترین یار خمینی بوده. همین که به خمینی پشت کرد، همین که در برابر او ایستاد و به جای پذیرفتن قدرت خانه نشین شد، مردم ایران او رو با آغوش باز پذیرفتند. و این رفتاری است که ما باید در برابر تاریخ داشته باشیم. انسانها رو بپذیریم، بپذیریم که اونها میتوانند دگرگون بشوند، تشویق کنیم که انسانها دگرگون میشوند. و اگر دروغی در این دگرگون شدن اونها باشد، اگر عوام فریبی میکنند، اون رو رسوا کنیم. اما نگوییم که چون شما منتظری بودید هیچگاه نمیتوانید به صف آزادی خواهان بپیوندید. اصلا اگر چنین رفتاری در پیش گرفته می شد، انقلاب مشروطه به وجود نمی آمد. انگام که انقلاب مشروطه آغاز شد، انگوش شماری از آزادی خواهان بیرون از ساختار فرمان روایی هوادار او بودند. ولی دامنه انقلاب وقتی گسترده شد، سپهدار تونکابونی که در محاصره تبریز نماینده محمد علی شاه بود، از محمد علی شاه برید و یکی از فاتحان تهران شد. بله، در بررسی تاریخ به عنوان پژوهشگر باید این رو نشان بدهیم که آقای سپهدار اعظم آدم فرصت طلبی بوده، ولی این فرصت طلبی او به سود انقلاب مشروط تمام شد. اگر این فرصت طلبی رو نکرده بود، اگر سمسام و سلطنه بختیاری بیدانش و سواد به حرف برادر ناتنی خودش گوش نکرده بود و لشکر بختیاری رو به سوی تهران نیاورده بود، محمد علی شاه بر اریکه قدرت باقی میماند. ولی مشروطه به دلیل این دگرگونی ها موفق شد. اصلا تاریخ چنین کشاکشی است. هنگامی که طرح ملی شدن صنعت نفت در کمیسیون نفت مطرح شد، تنها 8 نفر از 18 نفر نمایندگان کمیسیون ویژه نفت هوادار اون بودند. در پایان کار مجلس شورای ملی به اتفاق آرا رأی داد و شاه دقیقه رو درنگ نکرد برای توشیح این سند. تاریخ یعنی این که شما دگرگونی ها رو ببینید، دگرگون شدن افراد رو بپذیرید، اگر هم در اونها کار ناشایستی وجود دارد اون رو هم بسنجید
اون رو هم افشا کنید، اما برنگردید و پرونده بسازید و همه چیز رو از دریچه توطئه و برنامه ریزی و افشاگری نگاه بکنید و مرتب فریاد بزنید و سینه خوب بکوبید که یافتم، سندی یافتم که 40 سال پیش فلان کس درباره فلان موضوع حرفی زده که حرفای امروز او یکی نیست. مگر بناس یکی باشد؟ انسان باید متحول بشود، جامعه باید متحول بشود، و شانسی که ما در ایران داریم برای دستیابی به یک دموکراسی و سکولاریزم ماندگار همین تحول است، همین دگرگون شدن انسان هاست. در این است که آدم هایی که تا دیروز میگفتند یا مرگ یا خمینی، امروز بگویند یا مرگ یا آزادی، و بپذیریم که این دگرگونی ها در انسان ها به وجود می آید. ما همه لایق و شایسته که دگرگون شدن و تحول هستیم. هیچ کس از رحم مادر با اندیشه های دکارت و مونتسکیو و اندیشه های مدرن امروزی به دنیا نمی آید. همه ما آلوده و پرخون به دنیا می آید. در خون آغشته به دنیا می آید. دانشی نداریم، گریه می کنیم، دنبال پستان مادر یا پستانک هستیم. زندگی است که ما رو دگرگون میکنه، و این دگرگون شدن در درازای زندگی یکی از بهترین دستاوردهای جامعه بشری است. بدون این دگرگون شدن ما تمدن نو نمی داشتیم، ما ارزش های نو نمی داشتیم. اما کسانی میگویند خیر، ما تا ابد باید جیغ بزنیم، داد بزنیم به هر کسی که در هر زمانی مخالف آن ایده که ما امروز داریم بوده. باید ناسزا بگوییم، افشاگری بکنیم. کار ما در این است. اجازه بدهید که سخن بخش نخست برنامه را که به درازا هم کشیم، خیلی هم به درازا کشیم، با این سروده زیبای از مولانا به پایان برسانم. گفت هر مردی که باشد بدگمان، نشنود او راست را با صد نشان. هر درونی که خیالندیش شد، این همین کسانی هستش که امروز میگویند اسکیزوفرنیا، یعنی اینا کسانی هستن که مرتب در حال خیالند، فکر میکنن همه چیز توته است. هر درونی که خیالندیش شد، چون دلیلاری خیالش بیش شد. هر درونی که خیالندیش شد، چون دلیلاری خیالش بیش شد. پس جواب او سکوت است و سکون، هست با ابله سخن گفتن جنون. با پوزش دو هفته پیش درباره ماجرای کوشش برای ایجاد دولت مستقل کردستان در خاک عراق با شما گفتگو کردم. سودای استقلال کردها در سوریه هم بالا گرفته. البته کردهای سوریه، یعنی اون گروهی که در سوریه در میان کرد تباران چیره هستند و اون بخش نسبتاً آزاد شده یا نیمه آزاد شده سوریه را در دست دارند، با گروهی که در کردستان عراق بر قدرت هست، یعنی دار دسته بارزانی، یکی نیستند. اینکه میگویم دار دسته، نه به مفهوم اینکه بخوام تنها توهین بکنم، زیرا گروه بارزانی به راستی میتوان گفت یک گروه قومی و ایلیو مالیست، یک باند مالیست که حتی کردهای آزادی خواه داخل اقلیم کردستان عراق هم او رو متهم به دزدیدن دارایی های دولتی می کنند. به تازگی اسنادی منتشر کردند درباره اینکه بخش بزرگی از سپرده کارکنان دولتی برای بازنشستگی رو رهبران دولت آقای بارزانی تاراج کرده و به اروپا بردن. با اسناد این رو نشان میدهند. در بخش کردنشین سوریه قدرت بیشتر در دست هواداران حزب کارگران انقلابی است که در کرد در ترکیه فعالیت می‌کردند و هنوز هم می‌کنند و رهبر اونها امروز در زندان است. اینها هواداران اوجلان هستند و توری‌های تازه‌ای را مطرح کردند. هیچ نزدیکی هم با گروه بارزانی ندارند. در میان کردهای ایرانی، در میان گروه‌های خارج از کشور، دو گروه به ویژه دارای نفوذ بودند که یکی از اونها دو پاره شده یا شاید هم چند پاره شده. حزب دموکرات کردستان که زمانی
آقای قاسملو رهبر اون بود و دارای نفوذ زیادی حتی در میان روشنفکران غیر کرد ایرانی هم داشت، امروز به دو پاره تقسیم شده، یکی حزب دموکرات کردستان و دیگری حزب دموکرات کردستان ایران، و گروه دیگر هم که زمانی کوموله نام داشت امروز به چندین شاخه کوموله تبدیل شده و گروه های هستند که سخت پایبند کمونیسم هستند، گروه های بیشتر گرایش های سوسیال دموکراتیک دارند. سخن من در دو هفته پیش این بود که سودای استقلال کردستان عراق نباید وارد اندیشه و سپهر سیاسی کردهای ایرانی بشود، ایرانیان کردتبار گروه های سیاسی بشود، نه تنها به خود اونها زیان خواهد رساند، راه به جایی نخواهد برد و سرانجام هم به زیان جامعه ایرانی و به زیان مردم کرد خواهد بود. من در این برنامه امروز و در هفته های آینده به درازا به این موضوع خواهم پرداخت. چرا بر این باور هستم؟ در نوشته هایی که به ویژه ایمیل هایی که در این چند هفته گذشته برای من در واکنش به سخنان من فرستاده شده و در نوشتارهایی که سالهای درازی است که به چاپ میرسد، سخن از این است که هر ملتی که زیر ستم ملی باشد دارای حق استقلال است و ملت کرد اونگونه که میگویند زیر ستم ملی است و دارای حق استقلال است. این رو در مورد آذربایجان هم این نمونه رو ساز کردن، مردم ترک زبان ایران زیر ستم ملی هستند و در نتیجه دارای حق استقلال. نخست این که در این تعریف ملت باز میگردن، جالب اینجاست، به همون برداشت های استالینی و موضوع زبان و فرهنگ رو عنوان مبنای پیدایش ملت قلمداد میکنن، نه اصولی که دنیای مدرن پذیرفته، یعنی پیدایش دولت به عنوان یکی از مبانی پیدایش دولت ملت. اگر بنا باشد که زبان پایه حق ملت باشد، یعنی زبان مبنای ملت سازی باشد، شما نمی توانید بگویید که چه اندازه، چه میزان، چه تعداد افرادی که به یک زبان سخن می گویند، 20,000 نفر، 10,000 نفر، مانند شهرمیزادی ها یا سنگسری ها، 1,000 نفر مانند برخی از گویش ها و زبان های مستقلی که در ایران وجود دارد، صدها هزار نفر مانند مازندرانی ها که به زبان کهن تپوری یا تبری سخن میگویند که اصلا یک لهجه نیست، یک گویش نیست، یک بنگویش است، یک زبان است، یک ساختار زبانی کاملا کاملا دگرگون از زبان فارسی تهرانی و زبان فارسی دری دارد. چه تعداد سخنگویان به یک زبان اونها رو ملت میکنند؟ اگر بنا باشد ملت سازی بر پایه زبان باشد، ما در ایران دست کم 200 ملت داریم و هر کدوم از اونها باید یک دولتکی برای خودشون بسازن. حتی در میان ترک زبانان قشقایی هم که زبان اونها با زبان آذربایجانی متفاوت است، شاید اونها هم بخواهند جمهوری فدرال قشقایی رو به وجود بیاورند و همچنین در میان بخش زیادی از مردم جنوبی ایران، استانهای بندری ایران در بندر عباس و بوشهر و غیره که زبانهای متفاوتی از زبان فارسی یا زبان رسمی کشور رو سخن میگن، لهجه نیست، زبان هست و از این گونه زبانها در ایران زیاد است. زبان شوشتری به گفته احمد کسروی نیم زبان و امروز بر پایه پژوهش‌های دقیق‌تر زبانشناسان یک شاخه زبانی است. آیا مردم شوشتر باید دولت مستقل شوشتر رو داشته باشند؟ آیا لورهای ایران که زبان اونها اگرچه نزدیکی های با زبان کردی دارد ولی نزدیکی بیشتری با زبان فارسی دارد، اونها هم باید دولت فدرال لرستان رو به وجود بیاورند؟ اگر این واحده رو در پیش بگیریم، ما نزدیک به 6,000 کشور در جهان خواهیم داشت. آفریقا به جای اینکه این شمار کشورها رو داشته باشد، دست کم باید 2,000 کشور در آفریقا باشد. با همین تعداد کشورهایی که در آفریقا هست، ما با جنگ‌های داخلی و گرفتاری‌های گسترده مرزی روبرو هستیم. حالا اندکی بیاندیشید، گمان کنید که در ایران
که با این همه ما گرفتاری رو برو هستیم کشور رو پخش کنیم به واحدهای قومی بر پایه زبان و چالش و درگیری ها رو به جای اینکه با خودکامگی و برای حقوق بشر باشد به درگیری های قومی برسانیم. در این نامه‌ای که یکی از این آقایون با ناسزا برای من نوشته میگوید که شما گفتید ارومیه سرزمینی است که کرد و ترک و ارمنی و آسوری در کنار هم میزیستن. خیر، ارومیه مال ماست، کرد است، از مهاباد نوشته. ولی 400 ساله که ما ترک ها رو در اونجا آذربایجانی ها رو مهمان پذیرفتیم. اینا مهمان ما هستن، آسوری ها و ارمنی ها مهمان ما هستن. خب شما فکر کنید با این دیدگاه قومگرایانه ملیگرایانه در سده 21 ما بخواهیم به جان کشور ایران بیفتیم و از درون کشور ایران 10-12 کشورک کوچک به وجود بیاوریم و اینها رو به جان هم بیندازیم، به سود چه کسانی است؟ همین چند پاره شدن عراق و سوریه چه کسانی از اون بهره میگیرند، از اون سود میجویند؟ به سود مردم سوریه است؟ آیا به راستی فکر میکنید مردم سوریه در این چند پاره شدن کشور، یا مردم لیبی در چند پاره شدن لیبی، یا مردم عراق در چند پاره شدن عراق بهره میگیرن؟ آیا زندگی مردم اقلیم کردستان عراق و مردم بصره در این چند پاره شدن زندگی بهتری خواهد بود؟ در حالی که گفتمان امروزی جامعه بشری بر پایه مدل‌های دگرگونی‌های سده 18 و 19 که موضوع ناسیونالیسم و ایجاد کشور ملت‌ها بود نیست. کشور ملت‌سازی‌ها در دنیا به پایان رسیده. ما امروز بله به من تذکر دادن که وقت من به پایان رسیده. چشم، اجازه بدهید که با شما بدرود بگویم و برنامه رو در هفته آینده بر همین زمینه دنبال کنم. تا هفته آینده روز روزگار بر شما خوش باد.